خب دوستان خوب و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. دوستان امروز میخوام در مورد این جمله صحبت بکنم که آیا حکومت اسلامی ممکن هست یا نیست. اسلامی یک کلمه، یک صفته، یعنی شما به یک چیزی میتوانید صفت بدید، مثل خوب، بد، زشت، زیبا، و اون چیز رو شما صفت بهش میدید. یعنی انسان ها به یک چیزی صفت میدن و اون صفت در ذات اون چیز وجود نداره. مثلا شما یک انسان خوب وقتی تعریف خوب از یک نفر میکنید، این بر اساس سنجش های شخصی شما هست و ممکنه همون انسان در جامعه دیگه انسان بد باشه. یعنی صفت ها رو انسان ها روی اجسام میگذارن و این صفت ها تغییر پذیره در جاهای مختلف. ولی اسلام به عنوان دین اگر صحبت بکنیم، یک کسی رو مسلمان یا دارای دین اسلامی گفته میشه که به سه چیز اعتقاد داشته باشه: توحید، معاد و نبوت، یعنی بر یگانگی خدا، پیامبری پیغمبر ما و روز قیامت ایمان داشته باشه. ببخشید. این شخص باید جاندار باشه، یعنی روح در بدنش وجود داشته باشه و باید عقل داشته باشه. یعنی شما یک دیوانه را نمیتوانید موظف به اجرای موازین اسلامی بکنید. یعنی اسلام اجباری در فرایض دینی برای انسانهایی که عقل کامل ندارن یا کودکان نداره. و همچنین باید نیت در این کار وجود داشته باشه، یعنی برای عمل اسلامی باید نیت وجود داشته باشه. مثلا شما اگر در یک صحرایی قرار بگیرید و نماز بخواید، چیزی در دسترستون نباشه که آبی بخورید یا غذایی بخورید، اگر دو روز هم زنده بمانید، اون دو روز رو به عنوان روزه یا یک فریضه اسلامی برای شما حساب نمیکنه، چون شما نیت روزه گرفتن رو نداشتید. نیت روزه گرفتن باید در شرایطی وجود داشته باشه که امکانات خوراک وجود داشته باشه و شما با اراده شخصی خودتون اون عمل رو انجام بدید، به این دلیل به ثواب میرسید. ولی آیا حکومت میتواند اسلامی باشد یا نه؟ حکومت یک ارگانیزاسیون هست، یک سیستم هست، یک چیزی مثل یک شرکت، مثل یک جسم، مثل کامپیوتر. همونجوری که ببخشید کامپیوتر من اگر تا شب هم صدای قرآن رو پخش بکنه، نمیتواند کامپیوتر اسلامی باشد، نمیتواند مسلمان باشد. همینطوری اگر یک ربات رو درست بکنیم که تا قیام قیامت فقط نماز بخواند، هیچ تأثیری در روز قیامت بر سازنده اون ربات نخواهد داشت، چون نیتی در اون ربات وجود نداره، روحی در اون ربات وجود نداره. و همونطوری که یک توتی اگر قرآن رو از حفظ بخونه ثوابی نمیبره از این کار، شما باید به دینتون ایمان داشته باشید و این ایمان رو بر اساس دانش به دست آورده باشید و نه اینکه از پدر به شما ارث رسیده باشه، چون در قرآن به این کاملا صراحت داره که کسانی که پیغمبر بهشون ارشاد میکرد که بیایید مسلمان بشید، به دلیل اینکه بر دین پدرانشون بودن و اسلام رو نمیپذیرفتند، در قرآن بهشون اشاره شده و شما هم چون بر دین پدرانتون هستید، خب مسلمان زاده هستید. مسلمان باید با اراده شخصی خودش اسلام رو بپذیره. به همین دلیل ما حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی، چه میدانم دولت اسلامی، بانک اسلامی، همچی چیزی وجود نداره. چه همونطور که مثل این که بگن یک چادر اسلامی، چادر مسلمان، اجسام، ارگانها، سازمانها، احزاب، چیزهایی که جاندار نیستن، خارج از مسائل دینی، اینها نه دین دارند نه ایدئولوژی. شما حکومت کمونیستی هم، دولت کمونیستی هم نمیتونید داشته باشید. شما میتوانید اقتصاد کمونیستی رو، یعنی بر اساس اون اقتصاد جامعه بذارید، یک کمونیست و یک سیستم سوسیالیستی، یک سیستم دولتی اقتصادی رو پیاده بکنید، ولی حکومت شما 100%
حکومت کمونیستی نیست، به دلیل اینکه حکومت یک ارگانیزاسیون و ارگانیزاسیون نه دین دارد و نه ایدئولوژی. شما یک سنگ کمونیست نمیتونید داشته باشید و به همین دلیل متاسفانه عدم درک بعضی از ما انسان ها نسبت به واقعیت های تشکیل یک حکومت، حکومت رو با انسان های حاکم اشتباه گرفتن، باعث میشه که این پسند هایی که صفت یا ایدئولوژی هست به یک چیزی ببندیم و متاسفانه اشتباه بزرگ ما در این است که ما میخواهیم حکومت اسلامی پیاده بکنیم یا مدرسه اسلامی درست بکنیم. چون مدرسه اسلامی وجود نداره، مدرسه یا مدرسه است که جای درس دادن هست. حالا میتواند درسی که مربوط به دین اسلام باشد بدهد، میتواند قوانین اجتماعی که در اون وجود داره، مثلا روسری سر کردن یا جدایی دختر و پسر، میتونه این قوانین درش وجود داشته باشه، ولی ما مدرسه اسلامی نداریم. درسته روش اسم مدرسه اسلامی، جمهوری اسلامی اینجوری میذاریم، ولی واقعیت اینه که اینا فقط بازی با کلماته و متاسفانه وقتی که جامعه درک درستی از دولت نداره و نمیداند که دولت وظیفه‌اش چیست، متاسفانه این برداشت غلط به وجود میاد و این برداشت غلط باعث میشه که ما مسلمان ها متاسفانه بزرگترین ضربه را از این موضوع خوردیم. به این دلیل که ما فکر میکنیم که اگر یک مسلمان بخواد حکومتی رو درست بکنه و بر اساس آیین اسلام بخواد درست بکنه، به این میگن حکومت اسلامی. نه، مسلمان ها میتوانند در حکومت باشن. اکثریت این جامعه وقتی مسلمان هست، حتما حاکم هم مسلمان هست. ولی اینکه حکومت به عنوان یک سیستم، به عنوان یک ارگانیزاسیون، هر روز 5 فرض نمازش رو بخونه، روز ماهای رمضان روزه بگیره و همچی چیزی، ما حکومت اسلامی یا حکومت مسلمان نداریم. و اینکه تفکر ما نسبت به حکومت اشتباه هست، چون حکومت چند تا وظیفه بیشتر نداره: ایجاد امنیت، ایجاد قوانینی که بتونه به صورت روان اقتصاد رو ببره جلو و قوانینی که بتونه به صورت روان و علمی بتونه آموزش پرورش رو داشته باشه، بهداشت رو داشته باشه. یعنی حکومت جمعی از قدرت هاست، بالانس قدرت هاست که میخواد جامعه رو به کیفیت بالای زندگی در این جهان برسونه و حکومت وظیفه دنیایی رو نداره که دیده نمیشه. این انسان ها هستن که میتوانند پیرو یک ایدئولوژی باشن، پیرو یک دانش باشن. کسی میتواند علاقه من به فیزیک باشد، کسی میتواند ریاضیدان باشد، کسی میتواند عاشق گل رز باشد، کسی میتواند عاشق پرسپولیس باشد، کسی میتواند عاشق فوتبال باشد یا والیبال باشد و کسی دیگه میتواند علاقه من به این نباشد. و این ربطی به حکومتی که برای یک جامعه کثیرالمله یا افراد به هر حال به کسی رو ایدئولوژی وجود داره، نمیتواند حکومت اسلامی رو وجود بیاره. ممنون و سپاسگزار. من این برنامه رو به زبان ترکی هم خواهم گذاشت، چون متاسفانه ما در ترک ها هم این مشکل رو داریم. دست شما درد نکنه.